آخوند روحانی: شرایط امروز کشور شرایط سخت و پیچیده است. سناتور میت رامنی: تحریم‌های آمریکا حتی بدون همراهی اروپا بسیار قدرتمند است. چند تن در اثر طوفان فوق استوایی دوریان جان باختند. آخوند روحانی طی سخنانی در مجلس ارتجاع اعتراف کرد: شرایط امروز کشور شرایط سخت و پیچیده است. من لااقل به یاد ندارم که هیچ کشوری در تاریخ دهه‌های گذشته همانند ایران امروز در فشار اقتصادی بی حد و حصر و حد اکثری استکبار جهانی و دشمنان قرار گرفته باشد. آخوند روحانی با حمله به باند رقیب گفت: نباید صدای دشمن را از حنجره ولو گروه مخالف دولت بشنویم. چرا عده‌ای حنجره خود را آریه می‌دهند؟ آخوند روحانی تهدید کرد: اگر مذاکرات تا روز پنجشنبه به نتیجه نهایی نرسد، مرحله سوم را در کاهش تعهدات اعلام خواهیم کرد. سناتور میت رامنی اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام را اقدامی درست دانست و گفت: این کار نشان داد تحریم‌های یک جانبه آمریکا بدون همکاری اروپایی‌ها هم بسیار قدرتمند است. سناتور رامنی افزود: من از کاری که باراک اوباما انجام داد و توافق هسته‌ای برجام را امضا کرد حمایت نکردم. در همان زمان من مقاله‌ای نوشتم و گفتم فکر می‌کنم اوباما و جان کری با امضای این توافق مرتکب اشتباه بزرگی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آمار ردیابی کشتی‌ها و محاسبات رویترز نشان می‌دهد تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران صادرات نفت خام این عضو اوپک را بیش از 80% کاهش داده است. رویترز پیش از این خبر داده بود که فروش نفت ایران به 100 هزار بشکه در روز رسیده است. پیش از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97 رژیم ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت به فروش می‌رساند. به گفته برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، بر اثر تحریم‌های نفتی 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رژیم ایران کم شده است. بر اساس آمارهای جدید اداره کنترل بازار انرژی ترکیه، خرید نفت این کشور از رژیم ایران طی ماه ژوئن کاملا متوقف شد و خرید گاز ایران نیز تقریبا به نصف رسید. بنابراین گزارش که روز دوشنبه در وبسایت رسمی این نهاد دولتی منتشر شد، خرید گاز ترکیه از ایران در ماه ژوئن به 227 میلیون متر مکعب رسید که نسبت به ژوئن پارسال 42% کاهش نشان می‌دهد. نفس بکشه اینها، ما داریم تو این آب زندگی میکنیم. بدیم آقای فرماندار بخورم ببینم. یعنی ما میخوام بدونیم شهردار فردوس واقعا نجاست خودش میتونه و بچه‌ش میتونن تو این آب و فاضل آب زندگی کنن. ساکنان شهرک سامن العیمه فردوسیه در اعتراض به وضعیت بهداشتی این شهرک مقابل فرمانداری رژیم در شهریار تجمع کردند. یکی از معترضان گفت مشکلات شهرک بسیار زیاد است. یکی از مشکلات فاضلاب است که اصلا رسیدگی نمی شود. مشکلات دیگر امنیت شهرک است که آن هم رسیدگی نمی شود. بارها نامه نگاری کرده ایم و فرستاده ایم. هیچ کس ترتیب اثر نداده است. الان 3 تا 4 سال است که ما مشکل فاضلاب را داریم. هیچ کس جوابگو نیست. هیچ کس، حتی شهرداری هم نامه نگاری شده، هیچ کس رسیدگی نکرده. رسیدگی نکرده. هر ارگانی میندازه گردن ارگان. حتی نامه‌های مکتوبش هم موجوده. Says at least 5 people have been killed by the storm. It absolutely devastated the Abaco Islands with major flooding and buildings torn apart by the winds. در حالی که طوفان شدید فوق استوایی دوریان همچنان در باهاما ادامه دارد، تاکنون مرگ 5 نفر تایید شده است. نخست وزیر باهاما گفت قربانیان در جزایر آباکو که بیش از سایر نقاط کشور دستخوش این طوفان بوده است جان باختند. وی هشدار داد طوفان دوریان کماکان بسیار خطرناک است. صلیب سرخ بین المللی تخمین زده است نزدیک به 13 هزار خانه ویران شدند و یا آسیب جدی دیدند.
سیل در مناطق طوفان زده درخت ها را شکسته و خودروها در سیل واژگون شدند.